صحبت میکنیم در رابطه با مریم صدیق سادات، عضو شورای ولایتی کابل. سلام بر شما، خوش آمدین خانم سادات. روزهای عید تنها روزهایی هست که بهانه میشن مردم بتونن در این روزها خوش باشند و لذت ببرند و چند دقیقه را کنار هم باشند. اما دیده میشه که وضعیت بد امنیتی باعث شده که مردم از این روزها هم از این خوشی هم محروم باشند. در رابطه با وضعیت امنیتی کابل صحبت کنیم. سلام به شما، شما و همه بیننده ها. در نخست در گذشته رهبر معظم ما، رهبر حزب حرکت اسلامی مردم افغانستان، استر جنرال سید حسین انوری را برای ملت مجاهد افغانستان و همه رهروایش تسلیت عرض دارم. خب البته با وجودی که تهدیدات زیاد امنیتی سراغ هموطنهای ما و کشور ما بوده که ما چندی قبل هم شاهد عملات زیادی بودیم، اما خوشبختانه با وجودی که افغانستان در معرض خطر همسایه ها و تهدیدات بیرونی، داخلی و خارجی یعنی قرار داره، باز هم در روزهای عید تانستن امنیت را تأمین بکنن و از کار نیروهای امنیتی ما ستایش میکنیم در روزهای عید. البته با آن هم ما چالش های زیادی را داشتیم که نمیتونیم از او چشم پوشی بکنیم. حملاتی که در ولایت مختلف بوده در روز اول عید هم و قبل از او هم، اما خب البته چیزی است که افغانستان فعلا دچار مشکلات زیاد هست، بحران ها و چالش های اقتصادی و امنیتی در کل، نه تنها در روزهای خوشی که همیشه خواستن روزهای ما را به غم مبدل کنن، البته همیشه خواستن کوشش کردن که مردم ما را به غم بشانن و خوشی های ما را بر هم بزنن، اما خوشبختانه در عید تانستن تا حد نیروهای امنیتی ما امنیت را تامین بکنن که البته بعضی عملاتی که میشن واقعا ما هم سوگوار از او هستیم و متاسف هستیم. از دولت افغانستان میخواهیم تدابیر بیشتر داشته باشند، مخصوصا نیروهای امنیتی ما که مسئولیت دارن، باید وقایه بکنن، جلوگیری بکنن از همچون حملات. اما با آن هم حتی در کشورهای دیگه همی حملات رخ میتن. شما دلایل این که نیروهای امنیتی ما یا مسئولین امنیتی ما نمیتونن آنچنان که باید موفق باشن، در که خودشان اشاره میکنن روزانه تنها 20 رویداد جنایی ما در شهر کابل داریم و رویدادهای امنیتی دیگه بعد اونوالش همچنان، فکر میکنین که چه دلایل مشخصی وجود داره، چه خلاهایی وجود داره که وضعیت امنیتی بهتر نمیشه، هر روز دیده میشه که بدتر میشه؟ اولا خب ما و شما دستای بیرونی کار میکنن و حتی یک تعداد مزدورایی که در داخل وطن ما هستن از کشورهای بیرونی اطاعت میکنن که دست از اینا بیشتر داخل هستن. ما امیدوار هستم اولا دولت افغانستان بتونن تدابیر جدی در قسمت امنیت داشته باشن و دوما نیروهای امنیتی ما بیشتر از پیش باید فعال شون و تلاش بکنن. ما امیدوار هستم که یک هماهنگی جدی بین نیروهای امنیتی ما در کل، چی امنیت ملی هست، چی پلیس هست، چی اردو هست، همه کسایی که در بخش امنیتی کار میکنن، یک هماهنگی به وجود بیان. من فکر میکنم یگانه دلیلی که نمیتونن موفق شون، هیچ کس همدیگر قبول ندارن، نمیتونه یک هماهنگی رو در بین خود ایجاد بکنن تا امنیت شهر و ولایات را بگیرن. البته موضوعات جنایی که در شهر کابل رخ میده، شما میدانین که شهر کابل پایتخت افغانستان هست و یک شهری که بیشتر از 8 میلیون یا 7 میلیون نفوس در اونجا زندگی میکنه. اما مشکل دیدم میشه که نظرها بحث عدم هماهنگی بین این نیروها هست. خود فرمانده پلیس کابل هم اشاره به این میکنه که با کمبود امکانات مواجه هستند که در رویدادهایی که یگان در میگیرن نمیتونن با او مقابله کنن. چرا در بحث تامین امکاناتشان آن هم در پایتخت کوتاهی صورت میگیرن؟ خب در پایتخت شما میدانین مشکلات واقعا زیاد است، اما قسم که مردم ما نفوسش در اینجا زیاد است، توقعات هم زیاد هست و هم اراکین بلند رتبه دولتی در کابل زندگی میکنن که پایتخت افغانستان هست، اعضای مجلسین هست، کابینه هست، همش را مجبور هستن تامین امنیت بکنن، که امیدوار هستیم امکانات آنچنانی را که نیروهای امنیتی ما ضرورت دارن بتونه دولت افغانستان او را تامین بکنه برشان. و من میتونم بگویم فرماندهی کابل یک شخص مسلکی و ورزیده هست، اما من امیدوار هستم که مردم ما
که نقش بسیار کلیدی را در قسمت تامین امنیت دارن، با پلیس خود که همش فرزندای همین مردم هستن، اولاد همین وطن هستن، طبعا برادر ما هم هست، برادر یک هموطن دیگه ما هم هست، در همین پلیس هست که از ما تامین امنیت میکنن در قسمت ما و همه شهروندای افغانستان بتونن همکاری بکنن، چون کابل یک شهر است که شما میدانین بیشتر از پیش در اینجا همه نهادهای دولتی هم فعال هستن، اما قسم دستای مافیاها بیشتر کار میکنن، سرمایه گذاری ها در اینجا نسبت به دیگه ولایات بیشتر هستن، که من فکر میکنم اینجا بیشتر باید نیروهای امنیتی توجه داشته باشه. که یک بخش دیگه افزایش این ناامنی ها با این برمیگرده که خیلی از این اتفاقاتی هم که میفته واکنشی در مقابلش صورت میگیره، اقدام صورت میگیره و مقطعی، به این معنا که اگر یک اتفاق میفته شاید یک روز یا دو روز دنبالش را بگیرند و بعد از او نتیجه هم مشخص نمیشه. فکر نمیکنید که خیلی مهم است که باید نتیجه این رویدادی که اتفاق افتاده مشخص بشه، حداقل برای مسئولین امنیتی، تا بتونن تدابیر بگیرند برای آینده ها که این اتفاق نیفته؟ خب امیدوار هستیم که دولت ما بتانه تدابیر بسیار جدی در قسمت تامین امنیت شهروندای ما که نیازهای اولی همه مردم افغانستان هست داشته باشه، و یک تعداد زورمندا هستند که در اینجا بیشتر من فکر میکنم در قسمت امنیت مخصوصا در کابل دخالت دارن و کارهایی را میکنن که من مطمئن هستم شاید نتانن نیروهای امنیتی هم او رو بازگو بکنن. همه کسایی که در رأس هستند، زورمند هستند، در این قسمت دست دارن. شما میبینین که ما یک چند دقیقه قبل امی پروسیجر موترهای شیشه سیاه و اینا را که داشتن که باید پاک شوه اینا را هم آغاز کردن، اما اگر ما یک سیستم را به وجود نبیاریم که از بالا به پایان شروع شود، من فکر میکنم ما نمیتونیم هر برنامه‌ای که داشته باشیم تطبیق بکنیم. و برنامه هایی که ما دادخواهی های مختلف را داریم در قسمت از اینکه دادخواهی حق شهروندی هر شهروند هست که در بیعدالتی ها باید استادگی بکنه و دادخواهی بکنه که متاسفانه توسط یک چند رهبر معاملگر همیشه معامله میشه، اعتماد و اعتبار که مردم داره میلیون ها نفر به جاده ها میریزه که باید دولت بر از اونا پاسخ بدن، بر از اونا یک پالیسی درست را بسازن چی در قسمت امنیت هست. ما هر روز گروگانگیری ها داریم در شارهای افغانستان، هر روز که مردم ما تظاهرات میکنن، مظاهره میکنن، حق خود را میخواین، در قسمت بیعدالتی ها استاد میشن، اما یک تعداد دوباره میرن با یک چند حاکمی که در رأس هست اونجا معامله میکنن و همه خواسته های بر حق مردم افغانستان را نادیده میگیرن و به چشم مردم ما خاک میزنن. من امیدوار هستم بعد از این مردم ما خودشان بیشتر بدانن و بالای کسایی که همیشه معامله کردن رأی ما را، اعتماد ما را، خواسته های ما را دیگه اعتماد و اعتبار نکنن، مخصوصا جوانای افغانستان. در کناری که از وضعیت امنیتی در روزهای عید صحبت بکنیم، مردم در این روزها باید وضعیت اقتصادیشان هم بررسی بکنیم. به نظر شما در این عید نسبت به عیدهای گذشته و مراسم مختلفی که در گذشته ما داشتیم شما چگونه بررسی کردین؟ فکر نمی کنیم که وضعیت اقتصادی مردم هم در کنار اینکه امنیت نداشتن، وضعیت اقتصادیشان هم ضعیف‌تر دیده می شد؟ خب دقیقا چالش هایی که بوده فرارای مردم ما امیدوار بودیم مردم افغانستان همه ما که با آمدن حکومت وحدت ملی و پلان ها و برنامه هایی که در دوره کمپاین خود داشتن تشریح می کردن که در وضعیت مردم افغانستان حتی در دسترخان مردم افغانستان تغییر را میارن، تغییر را ایجاد میکنن، که متاسفانه همو کوچکترین امکاناتی که داشتن هم او هم از پیششان گرفته شده و طبعا قدر مهاجر که ما دادیم از افغانستان رفتن به کشورهای بیرونی سر اقتصاد افغانستان خیلی تاثیر کرده و مردم ما بیشتر از پیش بیچاره شدن، چون این معضل و بحران بیکاری که دامنگیر مردم افغانستان هست شما ببینید تنها این نیست که در اقتصاد، در اجتماع فعلا ما مشکلات زیاد داریم که اکثر جوانای ما به خاطر از اینکه نتونستن کار بکنن، کاریابی درست نیست، ما بیشتر از 4-5 میلیون معتاد داریم فعلا در افغانستان که در اونجا هم متاسفانه
ما نتانستیم امکانات را بر اونها هم برابر بکنیم تا به شکل درست تداوی شه و پول های هنگفته که میآیند در اونجا حیف و میل میشن توسط یک چند نفر متاسفانه. حالا ما وضعیت پل سوخته کابل را و یا هم چند جای دیگه طرف چمن حضوری هست، مکرویانا هست، اینجا همه در پایتخت افغانستان، حداقل ما باید یک تصور بکنیم که اینجا پایتخت افغانستان هست. متاسفانه هیچ کار نکردن در این قسمت، هم جوانای ما روز به روز بدبخت شده میرن و امیدوار هستیم شاروالی کابل هم بتانه، ما به عنوان نماینده مردم بتانن در قسمت پاکاری شهر توجه بیشتر داشته باشن و در قسمت رؤسای نواحی شهر کابل ما امیدوار هستم تجدید نظر بکنن و کسایی که چوکی های میراثی را اختیار کردن اونا را کنار بانن و جوانای دیگی که هستن اونا را به کار بگمارن تا بتانن ما یک پاکی و نظافت را هم در شهر کابل داشته باشیم. در نهایت حکومت برنامه مشخصی که در بحث امنیتی باید داشته باشه و در بحث اقتصادی که با همدیگه میبینیم که مطمئنن رب داره، اگر وضعیت امنیتیشان خوب نباشه و وضعیت اقتصادیشان خوب نباشه بیکاری هست و در نهایت شاید زمینه این هم فراهم بشه خیلیشان با مخالفین مسلح بپیوندند و این فاصله ای که امروز بین حکومت و مردم دیده میشه بیشتر بشه. شما چه راهکاری را میسنجید و چه راهکاری را در این قسمت دارید؟ ما امیدوار هستم دولت افغانستان یک سیستم را به پیش بگیرن که تنها قانون را بالای مردم غریب تطبیق نکنن، سیستم باشه که از بالا کسایی که واقعا در هر ناامنی، در هر تخلفی که در قسمت افغانستان هست، در ولایات، در کابل دست دارن، اونا را به جزای اعمالشان برسانن و در کل ضوابط را بر روابط حاکم بکنن و اصل شایسته سالاری را بیارن در افغانستان تا ما از این فساد، از این بدبختی که داریم خلاص شویم و این کار میتونه که فاصله دولت و مردم را کم بکنه تا مردم هم بیشتر بتونه با دولت خود همکار شه. قسمی که ما میدانیم امروز هیچ کسی از حکومت وحدت ملی راضی نیست و همه افغانستان را چالش و بحران ها گرفته که مردم افغانستان همیشه داد و فریاد از ناامنی، از بیکاری، از همه معضلات میزنن اما کسی نیست که پاسخ مثبت برش بده. تشکر از حضور شما. مریم صدیق صادق، عضو شورای ولایتی کابل، تشکر.